نازنین بیاتی مهمان خندوانه و جناب خانم بهمون اضافه شده. بیاتی نارگیله ولا بیاتی نارگیله ولا بیاتی نارگیله بیاتی نارگیله ولا بیاتی نارگیله. ای جان ای جان ای جان رام بود، اصلا ما باورم نمیشه یه دختر بچه تو این سن و سال این موفقیت های داشته باشه. ماشاءالله. فیلماشو دیدی؟ بازیشو دیدی؟ چند جای دیدم. آره آره. چطور بازی میکنه؟ خیلی واقعا برای سن و سالش خیلی قشنگ بازی میکنه. ماشاءالله. سن و سالش البته به هر حال سن و سال یه خانومه. بله 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 واقعا میتونی همون... میتونی یه لحظهشو بازی بکنی؟ یکی از لحظاتشو تو بازی کنی؟ لحظه او لحظه ای که رامبو جان بچه دار شده بود، ما هم رامبو جان حس مادری میفهمم، ما مادر شدن میفهمم رامبو. اینجور بچه بگی تو بقه شیبش بدی دست بگی به مدرسه بگرد، خیلی این لحظات رو میفهمم. خیلی آره. خیلی همزاد پنداری میکنی خیلی. با این لحظات. آره آره تو دوست داری. آره. دوست داری مادر بشی؟ میشم یک روز ما مادر، با تلاش و پشتکار یه روز مادر. عاشق باردار شدن و زایمان و بچه دار شدن. قسمتش ایشالله قسمت همه بشه حاج آقا، ایشالله قسمت شما هم بشه بخود، ایشالله شما هم یه مادر شدن رو بفهمی یه روز. سلامت بچه ته بگی تو بقل چیر بدی بهش، خیلی قشنگه. خیلی خیلی چه خبر چطوری جناب خانم؟ سلامت باشی. هیچی همچی، ما فقط هی تو درم دارم به خدا ماشاءالله سبحان الله میگم برای دختر بچه که تو این سن شما دعوتش کردین به خندوانه. چند سالشونه؟ این هنوز 9 سالش نشده. 9 سال تموم شده. نه عزیزم، قند و نمک به خدا. نه بیشتره جان. نه کجا بیشتره، تو الان نگاش کن، اونایی که موافقن هنوز 9 سالش نشده یه دست بزنن. سلام. نه 9 سالشون شده، بیشترم هست. قربونت برم آمو جون، پاشو بیا اینجا، پاشو بیا، پاشو بیا، بیا پاشو، برم پاشو، پاشو بیا، بیا قربونت برم. ما برای تشویق این کارهایی که کردی قربونت برم آمو جون، اینم برات خریدم، فقط حواست باشه درگیر این فیلم میلما میشی درست کنار نذاری. قربونت برم. قشنگه جناب. باشه باشه. قشنگ. دومش هم هست. سلام. خیلی قشنگه. بازش هم بخو قربونت. یه چیزای کوچولویی هم دیگه اندازه وسع اون برات گذاشتم تو. آقا این چیا؟ تغذیه گذاشتم. مرسی، من عاشق نونپنی سبزی. مدرسه که میری آره. حالا فقط میگم از بوفه مدرسه کالباس مالباس نخری، اینا آشغال مشغال تو چه مداد رنگی؟ مداد رنگیه، فقط دفترشم شیش رنگ گرفتم دیگه، وسعم نرسید. آمو دست دفتر. درد نکن، همینم عالی. سلامت باری. خیلی قشنگه. قربونت. اون چیه؟ شبا مسواک بزن چون دندونای شیریت. قربونت برم، الان دندونای شیری فکر نکن اهمیت نه، اینا میفته بعد دندونای دائمی در میاد. قربون سلامت باش. بشام برم سر پاشو پاشو مواظب. ماشاءالله ماشاءالله آموز ماشاءالله قربونه برم ماشاءالله. آفرین جان. تا حالا دوچاره بیپولی شدی؟ بله. بیپولی جدی ها؟ جدی که من چون تنها زندگی میکنم با خانوادم اونقدر احساس نمیکنم که مثلا جدی اونطوری. نه چون با خانواده آره، هستی. ولی بیپولی بله کشیدی. بله. مثلا چه جوری؟ چی جوری بگم که آخه حساب آدم اونقدری که باید خالی بود دیگه. چجوری بگم؟ توضیحش سخته یکم. تو جناب خانم دوچار بیپولی شدی؟ چرا بیپولی کشیدی؟ بله بله. چقدر بیپولی؟ بعد از خرید نیمار. خرید چی؟ نیمار. نیمار جونیور. تیم پاری سن ژرمن. 220 میلیون یورو تقریبا هزینه گذاشتی، خود دستم خالی شد رام بود. داری یه 200-300 میلیون یورو قرض بدی بهمون تا آخر ماه؟ ما یورو هم میخوام. خیلی 200-300 میلیون یورو. خب گرونه، بازیکن گرونه، چیکار کنم؟ کیه بخرم؟ وحشتناک 200 میلیون یورو. واقعا اینقدر پول نیمار رو دادی؟ خب رام بود لازمه، چیکار بکن؟ نخرم؟ چرا این اینقدر گرونن؟
چه میدونم برزیلیه، بازیش خوبه، پاس قشنگ میده، دیب خوب میکنه، لباساش خوب فوش میره. خوب چیکار بکنم؟ نه باید پول بدم؟ چرا میفهمم؟ تمام. خودت رامبو چی؟ خودت؟ من چی؟ دوچار بیپولیش؟ بله. میشه برامون بگی؟ نه جان تو بگو. ببین تو دوران مختلف قطعا شکلای مختلف، ولی یه دوره های یه دوره خیلی سخت زندگی کردیم ما. انقدر که من فقط پول یه دونه بلیت اتوبوس داشتم که به دانشگاه برم، خب یا باهاش برگردم و یعنی یا میرفتی یا برمیگشتی. آره. چون فقط یه بلیت داشت. آره آره واقعا. بعد حساب میکردم مثلا الان دیر شده با اتوبوس برم، یا میگفتم الان سر وقت مثلا میرم، بعد شب دیر وقت دارم میام با اتوبوس میام، پیاده میرفتم بعد با اتوبوس میادم. و خیلی هم لزومی نداره از این چیزا خیلی بگه. نه رامبو جان، وجدانن اون موقع با خودت فکر میکردی که یه روز مثلا آدم مثلا مشهوری بشی اینجا؟ نه جدی. آره من حرفم بود، من داشتم نمایش کار میکردم، من مطمئن بودم که به هر حال تو حرفم رشد میکنم. رامبو ما بهت افتخار میکنم. شکرت جدی. آره با من خیلی مصمم بودم، من یک ترک مصمم بودم. آقا ترکا دست دارن. آره والله. کجایی هستی شما؟ اصالتا تفرش. تفرش؟ من. چه باحال، هم پدر هم مادر؟ نه پدر بزرگم. و خود پدر. و مادر چی؟ قم. اونم اصالتا قم. آها اصالتا قم. خواهر برادر؟ دو تا خواهر دارم. توی دربند گفت. آها چی؟ یعنی سه تا این؟ بله. دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، توی دربندم یه جا میگم دیگه ندا نغمه دو تا خواهر. چه باحال، اینا پس درست واقعی بوده. خیلی هم عالی. جناب هم میخوای یه آهنگ برامون بخونی؟ رامبو جان. بله. میخونم بچهای منیری است. کی؟ من. آها بله. خونه تو منیری است؟ بله. چه باحال. بچهای منیری اینجا کسی داریم؟ بله. کی؟ آقا یه دست نداره بچهای منیریه؟ تمام اقلام ورزشی خاورمیانه ایران با تامین میکنه منیریه وجدان. آره واقعا. شما هم که فوتبالی مدام میری اونجا نه؟ آره من تمام وسایل ورزشیمو از اونجا تهیه میکنم. ولی من به فوتبال اصلا علاقه ندارم. خانم خیلی ممنونم ازتون. به افتخار من شما. نه من نمیتونم بگم علاقه ندارم، ولی واقعا بیننده فوتبال نیستم. قرآن با شما سنت رسیده، ولی دختر بچه حالا بزرگ میشه. ولی به اون بازیکنی که شما گفتین حتما از این بعد بازیاشو نگاه کنم. نیمار جونیور؟ بله. قشنگ. نازنین جون آمو قربون برم. این آدرس خونتون تو منیریه بذار جیبت باشه. یه وقت مثلا رفتی گم شدی می پیش آقا پلیس بهش میگه آمو موسمون و خونه باشه؟ چش فقط یاد گرفتم آخه آدرسو. قبولش برم. آفرین. آفرین ماشاءالله. آشپزیتون چطوره؟ خیلی کم آشپزی میکنم و اگه بکنم آخه نباید دست به کبریت بزنه. دیوونم کردی قرآن با دست. آقا 28 سالش یه خانم گنده است، میتونه بچه داشته باشه. کبریت ور میداره بچه میکشه خطرناک. شما فردا جواب پدر و مادرش رو میدی؟ بله حق و جناب خان به همین علت آشه الان به نفت بود. خیلی هم عالی. چه آرزویی داری بخوای اینجا بلند آرزو کنی؟ آرزو دارم برای اینکه برای همه مردم عزیز، برای همه، اینکه هیچ آدمی هیچ وقت حسرت به دل از دنیا نره. الهیان خودم دست. برای خودت چی؟ ببین الان نگاه کن میلیون ها نفر دارن میبینن تو این لحظه که تو داری حرف میزنی و داری میگی، همه دارن باهات همراهی میکنن. الان اگر که یه آرزو بکنی برای خودت، الان یه آرزو کردی برای همه، خیلی آرزو هم میتونه برای خود بگه، همه بگن الهی آمین با هم انرژی بشن، خیلی باحاله. چون این حسرت به دلی از یک خاطره مال 7 سال پیشه. من مام بزرگم صبحش زنگ میزنه خونه ما و من جواب نمیدم، به مام میگم کار دارم، جوابش رو میده و شب مام بزرگ من فوت میکنه. و این یه حسرت عجیبی تو دل من موند که دیگه هیچ وقت نمیتونم صدای مام بزرگم بشنوم، ولی شاید اون لحظه میخواست صدای منو بشنوه. بخاطر همین این یکی از بزرگترین آرزوامه برای همه آدم ها و حتی خودم، که هیچ وقت هیچ آدمی اگه اون لحظه میخواد، اگه قرار دلی رو به دست بیاره، اگه قرار از کسی عذرخواهی کنه، اگه قرار آرزوی چیزی رو
داشته باشه، ببینه مثلا بچهش بره چه میدونم بزرگ بشه، عروسی کنه، هر چیزی که دوست داره ایشالله ببینه، چون به نظرم این بزرگترین اتفاق برای هر آدم. خیلی ممنونم رامبو جان. بله عزیزم، یه فاتحه همین الان همه نثار روح مادر بزرگ نازنین جان بکنم، بخواه ایشالله شادیش برسه به روح انشالله. رامبو جان بله. ببخش یک دقیقه، ما هم میتونم رو به دوربین یه چیزی بگم؟ بله. ما داشتم نگاه میکردم دیدم نازنین جان رو به دوربین کرد، از مادرش عذرخواهی کرد به خاطر چیزایی که نگفته بوده بهش. ما یه چیزی تو دلم تکون خورد، ما هم میتونم بگم؟ بفرم. عم سختر عزیز، عم سختر، ببخشید به خاطر کارهایی که مو کردم و شما نمیدونستین، منو ببخش. تو چه کاری کردی که بعد از عمه سخت رو زدم؟ بگم؟ آره. چیز خاصی نبود رام بود. یه شب ما خوابیده بودیم خونه عمه سخت ترینا، به نامم بود. 5 سالمون بود جفتمون. خب. مو شب تو خواب احساس کردم که باید برم یه جایی. یه چیزایی داره بهم فشار میاره. خب. بعد بلند شدم رفتم اونجا، فشار رو برداشتم از رو خودم. خب. تو نگو هنوز خواب بودم. فشار برداشتم. نرفته بودی؟ نه. فکر کردم رفتم. آره. یه دایره ای رو دوشک ایجاد شده بود. اونجا همه خواب بودن. ما آروم لنگ بهنام گرفتم، انداختم رو این دوشک، خودم رو دوشک بدون دایره خوابیدم. صبح عمه سختر بلند شد، پرید تو هوا، 470 درجه باز کرد، یه جودانسوکی گذاشت تو صورت بهنام. ما از همین تریبون از بهنام و عمه سختر عذرخواهی میکنم. قشنگ بود رامبو؟ عالی بود. سلامت باش. سلامت. خیلی ممنونم. و آقای شاه حسینی هدیه های خانم بیاتی لطفا بیارین. الله و شاه حسینی و ایدان بوشری شاه حسینی. این هدیه جناب خان، این هم هدیه ما. متشکرم. حاج آقا لالایی خوبم بلدی؟ نه جدی میگم، چون نیازه. پس فردا که بخوای به کتاب، این اولین کتاب، اولین قرآنیه که ما داریم هدیه میدیم تو این فصل و اصلا کلن بعد از مدت ها، که آقای قرائتی این رو ترجمه کردن به زبان خیلی ساده و محاوره. چقدر خوب. آره. و آقای قرائتی عزیز، شما یک خندوانه ای هستید، هزار بار گفتیم تشریف بیارید، هی گفتین استخاره کنم، بعد بعد اومده نمیدونم چرا. ولی تشریف بیارید، یه بار دیگه استخاره کنید، خوب میاد تشریف بیارید. چی؟ هیچی، با خودم شده کشولوی گفت. و اینم که لوحمون خیلی برامون عزیزه. برامون قطعا خیلی عزیزه. خیلی متشکرم. لطفا یه جایی بذارین که ببینینش. چشم. هر روز بهش انرژی بدین، ما دریافتش رو من براتون میفرستیم. خیلی ممنونم. مرسی. متشکرم. ممنون از یادگاری خیلی خوبتون. اینم که اینه. آره. کیفتو آمو فقط کثیف نکن. آفرین. چشم. قربونه دارم. ماشاءالله. ماشاءالله. مرسی جناب خواهر، ممنون از شما. در سات حواست باشه، درگیر این سینما و مینما هم نشه. آفرین. چشم. هم درس ها میخوانم تقلب شما استفاده. آفرین. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون که اومدی. سلام برسید. بفرمایید. ادافت کوچولو، ادافت کوچولو، ادافت، ادافت کوچولو، ادافت عمو. من نگاه کن جان، سر کار گذاشتی ما رو. چه سر کاری؟ واقعا سر کار گذاشتی؟ عمو دارم با بچه خود دلش میشکنم. بابا چی بچه عزیز من میگه 7 سال دارم بازیگری میکنم. عمو این 8 سالشه، یعنی یعنی از 1 سالگی داره بازیگری میکنه. چه حرفیه رام بود، ای تو چه سالی جا باور میکنی؟ 11 تا فیلم بازی کرده. با بازی کرده، بازی, بازی کرده، سریال بازی کرده. عمو بچه هست ایچ، همین شما نمیذارین درسشو بخونه، ای فیلم بازی کرده، بازی کرده. بذار عمو درسشو بخونه قشنگ بچه، 5 سال بعد هم میره 6 قشنگ تحصیل میکنه. چرا متوجه نمیشی؟ آقا شما یاد نگیری. حاج آقا، حاج آقا، شما فردا مادر شدی
تحصیل بچه تو در اولویت قرار بده. یه مادر نمونه باش. حالا که میخوای مادر بشی، مادر خوبی باش برات. آفری. اودافیس کوچولو. رامبود. بله. بندر عباسی هستی یا نیستی؟ آره واقعا. هستی یا نیستی؟ بله. با یه دست بیا روش نه. ببین هر چقدر اونجا شیطنت کردی و اذیت کردی و حرف گوش ندادی، قشنگ بود. این اصلا با این آهنگای جدید داری دیوانه میکنی. دیوانه کننده دارم میشم رام، واقعا دیوانه کننده داری میشه. خیلی درسته. بکو یه مادری میشم که این شعرها رو به بچه هم یاد میدی. چقدر رام بود اون بچه خوشبختی، نه؟ اون بچه که تو دومنمون گذاشته چقدر خوشبخته. حاج آقا میذاری بچه تو با بچه من بازی کنیم؟ رام بود ما دوتا مادر میذاریم با هم خلوت کنیم. آره. که حرفای مادرانه بزنیم با هم. جان بگو که جون جان جون جان این آهنگا رو از کجا آوردی؟ این کجایی بود؟ چرا نمیخوندی اینا رو قبلا؟ رام بود سفر کردم از اقصا نقاط جهان آوردم ملودی. حالا دارم برات. این خیلی قشنگ بود. چی بوده این؟ چی بود اسمش؟ ملا غلوم. ملا غلوم. ملا غلوم. ملا غلوم. خیلی قشنگه. دیونه کننده است. بندر عباسی. بندر عباسی. چه آهنگایی دارن بندر عباسی؟ خیلی قشنگه رام بود. اوسم یعنی او بوشهر و خوزستان و تو خواننده بندر عباسی کیا باحالن رفیقاتن؟ بزرگش که دیگه مثلا دیگه بزرگ استان اورد ما خالو قنبر راستگو که دست داره. خالو قنبر. خب ایشون الان در قید حیات هست. بله بله. میشه بیان خندوانه؟ مکه با خدا از خدامه. فکر میکنی بپذیره بیاد خندوانه؟ قدم رو چشم ما میذاره. ای خالو قنبر تشریف بیاره تو خندوانه. از افتخار خالو قنبر. انشالله که بیاد خندوانه. میارمش اون چه حالی بکنی میشه. میارمش اینجا رام بود صداش بشنوی به جان خودم رو دست نداره. ماشالله جدی دارم میدم. آره دمت گرم. ماشالله دارم. خدافزی کنیم بریم. شاکرتون. بفرمین. بفرمین.